درود خدمت همراهان گرامی. با بخش دیگری از ویدیوهای آیا می دانستی در خدمت شما هستیم. لطفاً برای حمایت از ما کانال دانستنی ها را سابسکرایب نمایید. شاه اسماعیل یکم معروف به شاه اسماعیل ختائی زاده 17 ژوئیه 1487 پایه‌گذار و نخستین شاه دولت صفوی بود. آیا می‌دانستید حکمرانی شاه اسماعیل به یک دلیل مهم نقطه عطفی در تاریخ ایران است؟ آن دلیل این است که پس از گذشت 900 سال از نابودی شاهنشاهی ساسانیان، یک فرمان روایی پادشاهی متمرکز ایرانی توانست بر سراسر ایران آن روزگار فرمان روایی نماید. در واقع بعد از اسلام چندین پادشاهی ایرانی مانند سفاریان، سامانیان، طاهریان، زیاریان، آل بویه و سربداران روی کار آمدند. لیکن هیچ کدام نتوانستند تمام ایران را زیر پوشش خود قرار دهند و میان تمام نواحی و مناطق جغرافیایی ایران در آن دوران یک پارچگی پدید آورند. آیا می‌دانستید شاه اسماعیل شاعری پرکار بود که با تخلص ختائی شعر می‌سرود؟ وی پس از عمادالدین نسیمی ادبیات آذربایجانی را گسترش داد. علاوه بر ترکی آذربایجانی به زبان فارسی نیز شعر می سرود که تنها چند نمونه از اشعار فارسی وی به جا مانده. آیا می دانستید شاه اسماعیل یکم در خلال 10 سال پس از حرکت از لاهیجان به اردبیل رفت و از آنجا سراسر ایران را از کرمان و فارس و خراسان تا خوزستان و عراق عرب زیر پرچم دولت واحدی درآورد؟ شاه اسماعیل ملوک و طوایفی را از ایران برانداخت و سیاست تمرکز را مستقر ساخت. آیا می دانستید جد پدری شاه اسماعیل یکم به شیخ صفی الدین اردبیلی منصوب می شود؟ بنابر منبعی از نسخه خطی کتاب صفت الصفا نگاشته شده که ابن بزاز اردبیلی که یکی از شاگردان شیخ صفی الدین اردبیلی بود جد اعلای دودمان صفوی تبار کرد داشته. نسخه اصلی این کتاب بعدها دوباره ویرایش شده که اصالت کردی صفویان را تغییر داده و آنها را به امامان شیعه منصوب می کند. همچنین به نقل از کتاب سلسله النسب صفویه نوشته عبدال زاهدی نسب صفی الدین اردبیلی را به موسی کاظم هفتمین پیشوای شیعیان و نهایتاً به علی ابن ابی طالب میرساند. آیا میدانستید اسماعیل فرزند شیخ حیدر است و مادرش مارتا یا عالم شاه بیگم دختر سلطان اوزن حسن آق قیونلو و تئودورا دختر شاه ترابزون بود؟ تئودورا مادر بزرگ شاه اسماعیل از طرف مادری به این شرط با اوزن حسن ازدواج کرد که دین خود را نگاه دارد و تا آخر عمر از آزادی دینی برخوردار باشد. به همین دلیل به همراه خود یک کشیش و چند موعظه‌گر و ندیم مسیحی به ایران آورد و در شهر آمد یک کلیسا بنا کرد تا یک شنبه ها برای عبادت برود. آیا می دانستید شاه اسماعیل در 25 رجب سال 892 در اردبیل متولد شد که در یک سالگی پدرش حیدر را از دست داد؟ پس از مرگ حیدر صوفیان صفویه در اردبیل جمع شدند و سلطان علی را که برادر شاه اسماعیل و پسر ارشد حیدر بود را به جانشینی پدر تعیین کردند که در اندک زمان نیز بر پیروان صفویه در اردبیل افزوده شد. آیا می دانستید شیخ حیدر پدر شاه اسماعیل به همراه مریدان خود برای جهاد علیه مسیحیان چرکس به نواحی قفقاز حمله کردند؟ توسعه طلبی حیدر باعث شد که شروانشاهان وارد جنگ شود. سلطان یعقوب آق قیونلو در این جنگ به کمک شروانشاهان رفت. نهایتا حیدر تیر خورد و به اسارت درآمد و جان خود را در این مبارزه از دست داد و فرزندانش نیز به اسارت درآمدند.
در این زمان اسماعیل کودکی شیرخوار بود. بر اساس نوشته‌های احمد کسروی، اجداد صفوی به احتمال قوی تا شیخ حیدر اهل تسنن و شافعی بودند. آیا می‌دانستید اسماعیل به همراه مادر و دو برادرش در استخر فارس به مدت 4.5 سال زندانی شده اند؟ در این دوره سلطان یعقوب آقویونلو مرد و بین فرزندانش رستم و بایسونقر جنگ در گرفت. رستم برای مقابله با برادر خود سلطان علی، برادر بزرگ اسماعیل و خانواده اش را آزاد کرد تا بتوانند از پشتیبانی قزلباشان خانقاه اردبیل برخوردار شود. سلطان علی برادر شاه اسماعیل با شکوه فراوان وارد تبریز شد و با سپاهی از صفویان بایسونقر را شکست داد. رستم از قدرت برادر شاه اسماعیل به وحشت افتاد. در نتیجه وی را در میانی راه تبریز و اردبیل به قتل رساندند. بعد از این واقعه سلطان علی برادر 7 ساله‌اش اسماعیل را به یاران صمیمی و وفادارش سپرد. آیا می دانستید شاه اسماعیل خردسال مدتی پنهانی در اردبیل زیست نمود و سپس برای امنیت بیشتر به لاهیجان رفت و نزد امیر آنجا کارکیا میرزا علی پناه گرفت؟ کارکیا میرزا علی فرمان روای محلی لاهیجان و دیلمان که شیعه و دوستدار خاندان صفوی بود، در تربیت اسماعیل خردسال تلاش زیادی کرد. اسماعیل تا سال 905 قمری با مراقبت‌های شمس الدین لاهیجی که از فضلای آن دیار بود، فارسی، عربی، قرآن، مبانی و اصول شیعه امامیه را فرا گرفت. اسماعیل همچنین در این مدت زیر نظر 7 تن از بزرگان صوفیه لاهیجان فنون رزم را آموخت. بدین ترتیب اسماعیل از یک سو زیر تأثیر فرهنگ صوفیانه خانقاه شیخ صفی بود و از سوی دیگر احتمالاً در گیلان با برخی آموزه‌های ایران باستان و تشیع امامی آشنا شده. مجموعه این آموزه‌ها او را برای تبدیل شدن به یک حاکم مقتدر، فرمانده نظامی و پیشوای مذهبی آماده ساخت. از اینکه تا انتهای این ویدیو با ما همراه بودید سپاسگزاریم. لطفاً کانال ما را سابسکرایب نمایید و دکمه زنگوله را فشار دهید تا از ویدیوهای جدید ما با خبر شوید. جهت پیشبرد کانال به سوی مسیری بهتر، لطفاً برای ما نظراتتون را کامنت بفرمایید.